با درود فراوان، من نگار نادری از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی خلاصه ای از اخبار زندانیان سیاسی در هفته ای که گذشت را به اطلاع شما می رسانم. سهیل عربی، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج، از طریق ویدیو کنفرانس از بابت پرونده جدیدی که اخیراً علیه وی گشوده شده مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. در جریان این جلسه بازپرسی، سهیل عربی به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شد. بهنام محجوبی، زندانی سیاسی در زندان اوین، قدرت تکلم خود را از دست داد. همچنین جمعی از زندانیان بند 8 زندان اوین در یک بیانیه‌ای به وخامت حال بهنام محجوبی اعتراض کرده و رسیدگی نکردن به حال این زندانی را محکوم کردند. با گذشت 11 روز از انتقال همراه با ضرب و شتم گروخ ابراهیمی ایرایی از زندان قرچک فرامین به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند 2 الف زندان اوین، کماکان اطلاعاتی از وی در دسترس نمی باشد. پرونده امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات آبان 98 پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع داده شد. محمد نوریزاد، زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را در زندان شاهرود به صورت تبعیدی می‌گذراند، پس از ابتلا به کرونا در زندان به مرخصی درمانی اعزام شد. همچنین به گفته همسر وی فاطمه مالکی، پزشکان در ارتباط با وضعیت محمد نوریزاد خطر مرگ را هشدار دادند. حکم اعدام عبدالحمید میر بلوچزهی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی زاهدان، در 6 دی 1399 به اجرا درآمد. دولت سوئد برای برگزاری دادگاه حمید نوری، دادیار زندان گوهردشت و یکی از 8 عضو هیئت اعدام در جریان اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی سال 67 موافقت کرد. مکیه نیسی، زندانی سیاسی به علت بیماری به بند قرنطینه زندان سپیدار منتقل شد، اما به دلیل عدم توجه رسیدگی مسئولان زندان به مداوا و رسیدگی درمانی درگذشت.